سپاس از شما رفیق یاسمن، مرسی از توضیحات و معرفی این بحث. رفقای عزیز، تا رفیقمون یاسمن یه تنفسی بکشه، تنفسی استراحتی بکنه، لطف کنین دستاتون رو بالا کنین، اگه سوالی دارید، بحثی دارید، نکته ای رو میخواید بگید. قبل از اون من اشاره کنم جلسه هفته بعدمون نوبت منه، من بخش دوم اون بحث استراتژی انقلابی رو خواهم کرد. بعد از اونم رفیق اون پرویز صداقت رو داریم و بعدش هم آقای مهرداد وهابی. آقای صداقت راجب جنبش ژینا صحبت خواهم کرد، تحلیلی دارن از دو تا پدیده، ناسیونالیزم و هویت گرایی و تأثیراتش در این جنبش ژینا، که میخوان این بحث رو باز کنن. رفیقمون وهابی هم قرار سر رژیم انباش، این روزا دیدید خیلی رایج شده، همه صحبت میکنن از رژیم انباش در رابطه با سرمایه داری، که رژیم انباش مثلا عوض شده در این دوره نئولیبرالیسم. خلاصه مفهوم رژیم انباش یه مفهومی است که به نظر من یه مقدار مشاجره‌آمیزه در بین مارکسیستا، خیلی استفاده های عجیب و غریب من دیدم ازش میشه. به هر حال رفیق مهرداد میخواد این مبحث رو باز کنه، ما البته امیدواریم از رفیق مهرداد استفاده های بیشتری بکنیم، ایشون دو سه تا کتاب تألیف کردن و بشه یه مقدار وارد جزئیات کارهای ایشون شد. ولی به هر حال برای شروع این بحث به نظر من جالبی که این مفهوم رژیم انباش رو یه ذره باز کنیم برای خودمون. اینا دو سه جلسه بعدی هستن که امیدوارم مورد استقبال رفقا قرار بگیر. من نمیدونم رفیق دستش بالا کرده باشه، چرا سارا قاضی دستش بالا. سارا جان بفرمایید، شما یه سوالی دارید بگید. تا سارا قاضی آماده بشه نمیدونم یه مشکلی داره. یه نکته میخواستم بگم یاسمن عزیز، در رابطه با همین مسئله اشتغال که در آخر صحبتتون وارد شدید، جالب همین نقدن همین الان جنگ طبقاتی سر این مسئله آغاز شده. اگر توجه کرده باشید اعتصاب هنرپیشه ها و نویسندگان هالیوودی که چندین ماه در به اصطلاح جریان بود، یکی از ارکان دعوا اتفاقا سر همین استفاده از هوش مصنوعیه، که چجوری اینا مثلا نویسنده ها رو عملا یا حقوقشون رو کم کردن یا بیکارشون کردن. چرا؟ چون میدن به اصطلاح نمایش نامه ها و به اصطلاح قطعات رو هوش مصنوعی مینویسه، بعد کار اینا فقط شده تصحیحه، بشینن این رو تصحیح کنن. بعد خب میگم خب شما فقط تصحیح میکنین دیگه، کار مثل اون دفعه پیش مشکل و خلاق و نمیدونم دشوار نیست، دانش حقوقتون هم باید کمتر باشه. یعنی سر همین صرفا یه استفاده ساده از مثلا هوش مصنوعی نقدن دارن مثلا حقوقا رو میزنن، حالا کارا رو حتی اگر نزدن کارا رو به اصطلاح خیلی ناچیزتر کردن و دارن به اصطلاح میزنن از برخی از کارها. سارا عزیز شما آماده اید صحبت کنید؟ بفرمایید. بله خیلی ممنون. صدا دارین؟ بله بله. خب من با سلام خدمت همگی و شما رفیق تراب و خسته نباشین به یاسمن جان و شنیدن بحث بسیار جالب ایشون، میخواستم اول بگم که من کلا با نظر یاسمن جان در این زمینه موافقم که به اصطلاح شرایط در حال حاضر در اون مرحله نیست که ما امروز بخوایم نگران این باشیم که ربات ها جای آدم ها رو بگیرن. ولی یه چیزی که من فکر میکنم از اون مرحله به ما نزدیکتره و من نمیدونم نظر رفیق یاسمن در این زمینه چیه، این است که همونطور که توی بخشی از صحبتش رو ایشون گفتن که
سرمایه‌داری از این هوش مصنوعی در زمینه‌هایی که به نفعشه طبیعتاً اول استفاده می‌کنه و توی زمینه‌هایی که از نظر مالی سودی نداره، خب به صدا اصلا اهمیت نمیده، مثل مثالهایی که در این زمینه زدن. خب پس دو مرتبه برگردم، نکته مورد نظر من این هستش که آیا شما موافق هستین، یعنی اینطوری میبینین جو که قبل از اینکه حتی ما به اون مرحله برسیم که هوش مصنوعی یا ربات ها جای انسان ها رو بگیرن، این وجود داره که این امکان وجود داره که به سر قدرت های حاکم سرمایه داری از هوش مصنوعی برای بهتر سرکوب کردن مردم استفاده بکنن، یعنی به اصطلاح صنعت در اون زمینه به کار گرفته بشه و پیشرفتش نسبت به زمینه های دیگه خیلی وسیع تر باشه. برای مثال حتما خبر داریم که فکر میکنم پارسال بود که توی نیویورک، تو شهر نیویورک، پلیس نیویورک سگای ربات رو با خودش آورد بیرون و این افسرها همراهشون این سگای ربات بود و به اصطلاح جو خیلی بدی رو ایجاد کرد، باعث به اصطلاح عکس العمل خیلی شدید مردم شد و این درجه نفرت به قدری بارز شد که جمع کردن و دیگه هیچ موقع اینا رو نیاوردن که به مردم نشون بدن. در نتیجه با توجه به یک همچین تجربه ای، اینا ممکنه که این گونه ابزارها رو، حالا سگ نمونه پیش پا افتادهش به نظر من، اینا مثلا ماشینای یا تانک های فرزن نظامی رو به کار بندازن که توش آدم نخواد باشه دیگه، ربات اینا رو حرکت میده. و همینطوری که از من الان یادم رفته به هواپیماهای بدون سرنشین، ما فارسی چی میگیم، اینا خب از راه دور کنترل میشن و اینا استفاده شده توی جنگ افغانستان، عراق، اینا رو سوریه، اینا استفاده کردن. در نتیجه آیا شما موافق هستین که ممکنه که این پیشرفت ها اولا ناموزون باشن و بعدم توی این زمینه به ویژه نظامی به اصطلاح سریعتر رشد بکنه و در یک آینده بسیار نزدیکتری ما در مبارزات طبقاتی مجبور بشیم به اصطلاح با این جور افزار جنگی روبرو بشیم؟ همین. خیلی ممنون. جواب بدم یا چند بفرمایید یا سلام عزیز. بله بفرمایید. کاملا درسته. اولا در رابطه با صحبت اول شما، این شکی نیست که در حقیقت بالاخره این شرایط میتونه عوض بشه، ولی هنوز نشده. ولی در رابطه با استفاده از این برای سرکوب هیچ شکی نیست. ببینید، خیلی صحبت هایی که دولت ها کنفرانس میذارن، دولت بریتانیا هفته پیش کنفرانس گذاشته بود غیره، فرضیه های رو مطرح می کنند که به نظر میاد اصلا لازم نیست خیلی آدم نگرانشون باشه. البته جنبه های شما رو من بعد اشاره می کنم نگران کننده می تونه باشه، ولی
چیزی که نمیگند اینه که خودشون چه استفاده هایی دارن از این میکنن. همه اینهایی که گفتید درسته. یکی از چیزهایی که در بریتانیا خیلی بحث آفرین شده و ایران اتفاقا داره ازش استفاده میکنه این مسئله شناسایی چهره است، یعنی با استفاده از دوربین مدار بسته عکس های تظاهرات رو نگاه میکنن و بعد از اون شناسایی میکنن که کی بوده، کی رفته، کی کجا بوده، چه شعاری دستش بوده. مثلا در انگلیس هفته پیش در تظاهرات غزه صحبت از این بود که بعد از تظاهرات پلیس رفته ادی رو گرفته گفته شما اون پلاکاردی که دستتون بود ضد اسرائیل بوده و در نتیجه ضد در حقیقت این نبوده که فقط ضد صهیونیست هستید، ضد یهودی ستیز هستید، یهودی ستیزی دارید میکنید. که اگه بخوای زمینه سیاسیش وجود داره خیلی راحت میشه سوء استفاده کرد. شناسایی چهره در ایران هم اگه اشتباه نکنم سر این قضیه حجاب الان جمهوری اسلامی ادعا داره، حالا آیا واقعا استفاده کرده، میتونه، تکنولوژیشو داره، من نمیدونم، ولی ادعا میکنه که داره با استفاده از هوش مصنوعی چهره شناسایی میکنه کسایی که بیه جابن و جریمه میفرسته یا دستگیر میکنه یا هر چیز دیگه. ولی و هیچ شکی نیست، چون طبیعی است که همطور که گفتم ببین فعلا سرکوب این حکومت ها جنبه خاصی داره، ولی طبیعی است که اگر مبارزات طبقاتی ها تر بشه بیشتر به سوی نیروهای چپ، نیروهای مدافع طبقه کارگر خواهند رفت. در حال حاضر ادعاشون در پیش برد همه این تکنیک ها اینه که دنبال تروریست هستن و خب تروریست تعریف خیلی وسیع داره دیگه. تروریست یکی مبارزه آزادی بخش، یکی دیگه است. من شخصا با حماس خیلی بدم، اصلا موافقش نیستم، ولی خب الان هر کسی که اومده هر شعاری در دفاع از فلسطین داده تبدیل میشه در بریتانیا، در فرانسه، غیره، میگن پس هر کی مخالف حکومت کنونی و شکل کنونی حکومت اسرائیل تروریسته. در نتیجه شناسایی میتونه بشه، سرکوب میتونه بشه، هوش مصنوعی میتونه علیهش استفاده بشه، غیره غیره. و این مبارزه سیاسیه که فکر کنم تازه به اوایلش رسیدیم. یه جنبه ای که من اشاره نکردم و از جنبه ای فعلا خطرناکه اون چیزیست که بهش میگن fake AI یا هوش مصنوعی دروغ سازی، و نمونه های از این هست. برای همینه که ظاهرا همه این دولت ها رفتن به این که قوانینی بنویسند برای جلوگیری از اینی که fake AI گسترش پیدا کنه. اگه اشتباه نکنم در غرب پوشش مشترکی هست بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا، و اون طرف قضیه چین داره کار مشابهی رو انجام میده. این فیک آی مشکلاتی ایجاد میکنه بر مردم عادی، این هم مسئله است. و ما نگرانیم اینه که دولت هم بیان از فیک آی استفاده کنن. فیک آی چیه؟ چین یه تبلیغی توی تلویزیون دولتیش پخش میکنه که نشون بده چجوری این میتونه کار کنه. شما یکی میاد این مثلا همین ویدیوی ما رو که داریم حرف میزنیم و میگیره، صدای ما رو ضبط میکنه، ولی این صدا رو عوض میکنه، کلمه های حرف زده شده رو عوض میکنه و میذاره روی ویدیویی که پایه اصلیش همین ویدیوه، درست؟ و آدم یه چیزی میگه که ربطی به حرفایی که اینجا گفته شده نداره، یعنی بالکل دروغه، دروغ کامله. یه نمونهش یک خانومی اینجایی که من کار میکنم این کار رو کرده و نشون داد توی سمیناری. این خانم رفته بوده ژاپن و
فیلمی گرفته از وزیر فرهنگ ژاپن. وزیر فرهنگ ژاپن داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه، یه صحبت کلی راجع به موزه ها در توکیو و غیره و غیره. بعد این خانم این فیلم رو و صدای این رو عوض میکنه، شما همین آقا رو میشنوی و به خود وزیر نشون داده این فیلم ها. اینو عوض میکنه، شما میبینید این وزیر فرهنگ ژاپن داره میگه که خانم فلان از دانشگاه فلان نابغه است، اصلا بهترین آدم روزگاره، این چیزایی که اصلا و ابدا نگفته، درست؟ و این تغییر فیلم و صدا برای ایجاد یه چیزی که کاملا دروغه یه مسئله خیلی جدیه. یکی از جاهایی که بانک چین خودش واقعا در سرکوب نیروی کارش و سرکوب مردم جهان نقش بسزایی داره، ولی یکی از چیزهایی که در چین خیلی ازش نگرانن اینه، و برای این یه فیلم تبلیغاتی ساختن که چه کارایی میشه کرد که مانع از این نوع سوء استفاده بشه، و تکنیک های فنی هست. مثلا شما در همه فیلم هایی که خودتون گرفتید اگه بخواید یه نقطه، یه چیزی که بهش میگن قطره آب، قطره آبی میندازید که اگه اون نباشه میگید این فیلم فیلمی نیست که دقیق باشه، درست باشه، این فیلم دروغه. در سیستم هایی که استفاده می کنید همه جا به نوعی یه علامتی میگذارید که اون علامت نشانه اینه که این چیزی که تهیه شده، صدا، ویدیو، هرچی که هست، دروغ نیست. ولی راحت میشه دید که حکومت ها با دسترسی که دارن به هوش مصنوعی قوی تر میتونن فیلمی تهیه کنن که من نوعی بیام بگم آره من تروریستم، مثلا چه میدونم فلان بمب و من گذاشتم، و هر کی ببینه باور کنه، چون صدای منه، تصویر منه، و این صدا و تصویر رو هوش مصنوعی عوض کرده و دروغ کامله. در نتیجه این بحث جلوگیری از فیک ای آی، دولت ها ظاهرن چون فکر میکنن بر خودشون هم ممکنه مشکلاتی ایجاد کنه، خیلی دارن روش کار میکنن، ولی از یه طرف هم میشه دید که خب میتونن هم ازش استفاده کنن. همین. مرسی یاسمن عزیز. رفقا کسی دستش بالا نکرده؟ کامبیز جان بفرمایید، دست شما رو میبینم. ببخشید من اینجا وسط میبرم، یه سوالی هم توی چت رسیده ها که اگه بعد از رفیق اون کامبیز شما بگید دیگه. کامبیز عزیز بفرمایید. خیلی ممنون، صدای من میاد؟ بله. خیلی ممنون از صحبتتون یاسمن عزیز. خیلی جالب بود از این نظر که از دید خودمون، از دید مارکسیستی، ولی با این اطلاعات وسیعی که شما داشتین و تونستین ترجمهش کنین به یه زبونی که برای یه آدم نفهم مثل منم قابل فهم باشه، خیلی جالب بود. دو تا نکته به نظر من خیلی مهمه تو این قضیه. اول اینی که این صحبت شما خیلی به چشم من اومد که مثل بروز رسونی اون فصل نقد از ماشینیزمه که مارکس مطرح میکنه. خیلی قشنگ اینو آدم میبینه که بحثی که مارکس میکنه اینه که چی توی کاپیتال عرض میکنم، جلد یک کاپیتال، توی اون فصل مارکس میگه سرمایه‌داری که به تاریخش نگاه میکنی آروم آروم میبینیم که مثلا از پیشه‌وری میره به مانوفاکتور، از مانوفاکتور میره به کارگاه فلان، تا میرسه به ماشین و اینا. و وقت این تحول در واقع چیه؟ تحول ابزار به ماشین. ابزار چیه؟ ابزار در دست کارگره، در دست پیشه‌وره. یعنی پیشه‌ور از اون استفاده میکنه که توانایی‌ها و مهارتایی که داره رو به کار بندازه. در مورد ماشین، انسان در دست ابزاره، یعنی آدم تبدیل میشه به ابزار ابزار. حالا همین منطق رو ما در مورد هوش مصنوعی به وضوح بیشتری میبینیم. یعنی دیگه واقعا ذهن و
توانایی اندیشیدن و تبدیل این اندیشه به یه سری مهارت‌های قابل یعنی اعمال شدنی در جهان، این تبدیل میشه به یه چیز از خود بیگانه که سوار بر آدم ها میشه و آدم ها رو باز میداره از اینی که این توانایی انسانیشون رو بتونن از آن خودشون بدونن، تا جایی که دیگه اصلا میشن واقعا بنده اون و حتی تبدیل میشه به یه خطری. و این درسته، یعنی از این نظر مثل همه پدیده های سرمایه داری، هر پیشرفتی در نوع بشر، در سپیشس انسان، گونه انسان، در واقع بدبختی و فلاکتیه برای افراد. یعنی کارگرها همیشه صدمه میبینن از رشد تواناییاشون که به صورت صنعت و تکنیک و تکنولوژی اینا میاد جلو، تا وقتی که ما اسیر جامعه سرمایه داری هستیم. و در نتیجه توی آینده هم این نیست که ما همینو میگیریم استفاده میکنیم، ما باید این توانایی رو تبدیل کنیم به یه چیزی که در خدمت طبقه کارگر و کلن در خدمت بشریت قرار میگیره. و اینو خیلی خوب به نظر من اینو شما توضیح دادین، حداقل من خیلی خوب متوجه شدم که چجوری اینو میتونیم ببینیم. در نتیجه این مسئله هست. منتها یه نکته دیگه ای که دنبال این گفتین، اونم خیلی جالبه، که این همینقدر که برای ما به عنوان طبقه کارگر، به عنوان کمونیستا، زنا، زحمتکشا، یه چیز، یه پدیده، یه شمشیر دولب است و به ما هم خیلی صدمه هم میزنه، در این حال که ظاهرش اینه که خب کار رو یه خورده بهتر و آسونتر و افیشنتر میکنه، ولی خب پدرمون هم در میاره، هم بیکارمون میکنه، هم کارمون رو یعنی از محتوا خالی میکنه و این قبیل مسئله. ولی از اون طرف برای خود سرمایه‌دار به نظر من خطرناک‌تره، برای اینکه شما توجه بکنید که هر پیشرفت تکنولوژیک اگر به قیمت این باشه که کارگرا رو از پروسه تولید بیرون برونه، در واقع ترکیب ارگانیک سرمایه رو میبره بالا، سرمایه ثابت زیادتر میشه و سرمایه‌دار گرفتار افت نرخ سود میشه، یعنی سودی که در مقایسه با کل سرمایش به دست میاره توی هر سیکل تولیدی کمتر میشه. خب حالا آدم ممکنه بگه خب کمتر بشه چی می، مگه چه اهمیتی داره؟ خیلی اهمیت داره. یعنی این بحران فعلی سرمایه که سرمایه‌داری جهانی نمیتونه از توش در بیاد، علت اصلیش گرایش نزولی نرخ سوده. یعنی من سرمایه‌دار که هرسی جز انباشت سرمایه ندارم و سود بیشتر، توی هر سیکل تولید فکر میکنم ای وای اگر سابقا مثلا 10% سرمایه‌ام تبدیل میشد به سود جدید که اضافه شده بود به سرمایه‌ام، حالا میشه 8%، 7%، 6%، به خاطر اینی که سرمایه ثابت، یعنی سهم ماشینالات زیاد شده، سهم کارگرها کم شده، کارگران که اضافه ارزش تولید میکنن، در نتیجه سرمایه‌دارا اون ماشینالات و سرمایه ثابت اضافه شده، یعنی فقط ارزش خودش رو منتقل میکنه به کالا، پس اضافه ارزش کمتری در سطح جهانی، در سرمایه جهانی ایجاد میشه و این باعث میشه که خطر این که تولید توش افت بیفته و سرمایه‌دار دیگه سرمایه‌اش رو بر نگردونه به گردش، دور جدید گردش، خیلی زیادتر میشه و این خطر بحران زیادتر میکنه. بنابراین از این نظر سرمایه از رشد تکنولوژی شاید به اندازه خود ما صدمه داره میبینه و باید یه فکری بکنه که فکرم نمیتونه بکنه. اینه که ما میبینیم تو همه جای دنیا دوباره قضیه مقاومت و مبارزه و انتقاد از سرمایه و اینی که داره اصلا نظام هستیه، چون سرمایه داره خیال میکنن سرمایه داره یعنی هستی دیگه، فکر میکنن نظام هستی رو داره به هم میریزه و به یه معنی هم درست میگن، هستی اونا رو داره به هم میریزه، مگه اینکه یه راهی پیدا کنن که راهی هم نداره. این دو نکته به نظر من خیلی جالب تو این بحث نشون داده شد و ما میتونیم از این زاویه خیلی برخورد روشنگرانه و انتقادی به رشد تکنولوژی به این معنی سرمایه‌دارانش داشته باشیم. خواستم ببینم نظر شما در این رابطه چی. بفرمایید یا سمنج. چشم.
کاملا من اتفاقا یه سری یادداشت داشتم آخر که وقت نشد بخونم، یعنی فکر کردم دیگه خیلی پرحرفی کردم. و دقیقا همین بحثی است که شما میگید، شمشیر دولبه است. از یه طرف برای نیروی کار مزایایی میتونه داشته باشه. شما تصور کنید که ما در یه نظام دیگه زندگی میکردیم، برنامه ریزی وجود داشت در رابطه با اقتصاد، نیروی کار در قدرت بود غیره. خب به جای اینکه کارهای خلاقیت داری مثل داستان نویسی، مطلب نویسی غیره رو بیایم هوش مصنوعی ازش استفاده کنیم، این همه کارهای خطرناک، خسته کننده، کارهایی که در یه فاصله خیلی کوتاهی بیماری های فیزیکی برای افراد ایجاد میکنه، اینا رو از هوش مصنوعی استفاده میکردیم. و بعد وقت آزاد رو که ایجاد میشد میذاشتیم برای خلاقیت، برای کار هنری، برای نقاشی، برای شعر نویسی غیره غیره. در حالی که در سرمایه‌داری اینجور نیست. شما اون چهار نفری که من گفتم از شرکت کپی رایت بیرون شدن یا جاشون از دست دادن، یا اون چند نفری که توی فلان دارالوکاله بیکار شدن، اینها هیچ کار دیگه نیست که انجام بدن. اولا سرمایه‌داری اینا رو تبدیل کرده به اینی که یه چیزهای خیلی خاصی رو بلدن و دیگه کار دیگه نمیتونن انجام بدن. و دوم این که الان در این وضع اقتصادی وحشتناک غرب که قیمتها سرسام‌آور، تورم اینجور داره روزانه بالا میره، خب اینها زندگی ندارن، مجبور میشن یا در دریایی از نیروی کار که بیکار شده است غرق بشن، یا کارهای بدی رو انتخاب، کارهایی که مایل نیستن رو انتخاب بکنن، هر کاری که پیش بیاد. و در نتیجه هیچ شکی روی نیست. من فکر میکنم اتفاقا درست میگید که دولت ها به نوعی نگرانیشون در رابطه با نرخ سود شاید یکی از دلایل این کنفرانس هایی که پشت هم دارن میذارن، چون این کنفرانس ها خب بخشش علنیه ولی خیلی شما نمیدونیم که پشتش چی داره گفته میشه. مشکل اینه که در حال حاضر و به خاطر قدرت به اصطلاح بی حد نظام سرمایه، همچنان دارن از هوش مصنوعی اونجوری که به نفعشونه استفاده میکنن و نیروی کار در موقعیتی نیست که این توازن رو به هم بزنه. تا وقتی نیروی کار نتونه این کار رو بکنه، مشکل به مقطعی برسیم که اگر بخواید این تعریف درست شما از ترکیب ارگانیک سرمایه تغییری بکنه به معنای عام و کاملش که نجات دهنده طبقه باشه، ولی این نگرانی در دولت ها حتما وجود داره و در نظام سرمایه‌داری وجود داره. ولی یک جنبه دیگر هم فراموش نکنید که این نظام سرمایه الان چند دهه است با اوضاع بحرانی که داره، با نوع اقتصادی که داره، تولید براش متفاوت شده، تولید رو صادر کرده جاهای دیگه، وارد مرحله ای از اقتصاد شده که میشه گفت اقتصاد پارازیتیه، اقتصادیه که بر دستگاه های مالی اتکا داره، بر تولید پول برای صرف پول اتکا داره. یعنی یه نظام عجیب و غریبی شده که برخی از فاکتورهای قبلی به صورتی که مارکسیسم پیش بینی میکنه و درستم پیش بینی میکنه الان براش مطرح نیست. به این معنا که میگم وقتی شما به اقتصادی مثل اقتصاد بریتانیا نگاه میکنید که تولید اصلا نداره، تولیدش 2% اقتصادشه، اقتصادش
اتکاش بر شرکت های مالی، شرکت های بیمه است، بر بانک هاست، بر این نوع پارازیتی که نظام سرمایه داریه، شاید به این دلیل که نگرانی دولتی مثل بریتانیا، و من فقط چون بریتانیا رو میشناسم از اینجا فقط صحبت میکنم، کمتر نسبت به تأثیری که هوش مصنوعی میتونه بر ترکیب ارگانیک سرمایه بگذاره. ولی مطمئنن اقتصاددانای نظام سرمایه دارن به جنبه های مختلف این نگاه میکنم. من منکر صحبت شما نیستم، ولی بخواستم این اشاره رو هم در رابطه با وضع کنونی تولید مطرح کنم. همین. کامبیز عزیز، میبینم شما دستتون بالاست، آیا میخواستید برگردید به صحبت؟ بفرمایید اگه میخواستید ادامه بدید این نکته. نه ببخشید، من یادم رفت که اینو چیز کنم. هیچ اشکالی نداره، ما از دیدن دستتون هم خوشحال. دوست عزیزمون زری دستشو بالا برده. زری زد، اگر آماده هستید بفرمایید سوال یا بحثتون رو مطرح کنید. با سلام به همه شما عزیزان، با برنامه خوبی که صدای انقلاب داره ارائه میده و فوق‌العاده خوب هست، و یکی از همونها که امروز خانم یاسمین ارائه دادن با مطالب بسیار خوبی رو که مطرح کردن، من یک چند تا سوال ساده داشتم. یک این که کسانی که از الکسا توی خونهشون استفاده میکنن، معمولا مثلا سوال میکنن هوا فردا چطوریه، یه سری سوالا رو ازش میکنن، بلافاصله جواب میده و اتفاقا این نوع سوالا رو هم بسیار دقیق جواب میده. سوال من اینجاست که در این خانواده که دارن از این هوش مصنوعی استفاده میکنن، مکالماتی انجام میشه، آیا این مکالمات رو هم مثل یک جاسوس اینا رو میگیره و هدایت میکنه به مراکزی که برای به نفع نظام سرمایه است استفاده کنه؟ این سوال اولمه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه یه اتفاق جالبی برای یکی از دوستان میفته. اینا دوتا خواهرن، میرن یه عروسی، وقتی بر میگردن خونشون راجع به لباس یه خانومی که تو عروسی پوشیده بوده اینا با هم صحبت میکنن، بعدن میرن تو کامپیوترشون میبینن همون لباس برای فروش اونجا گذاشته شده. این براشون خیلی تعجب آمیز بوده که چجوری مکالمه اینا وصل شده به مسئله کامپیوتر و از اونجا دارن براشون تبلیغ فروش میکنن. سوال دومم اینه که همونطور که شما گفتین که همونطور که مغز رو حرکت میدی اونجا میتونه یه سری اطلاعات رو با شما ببره که شما از کجا به کجا میری، امروزه راجع به جنگ اسرائیل و فلسطین خیلی مطلب هست و خیلی داده ها وجود داره. میخواستم ببینم که آیا هوش مصنوعی میتونه از این داده ها استفاده کنه، به یه جنبندی برسه، بگه که خب ادامه این جنگ به کجا میکشه و این یه همچین چیزهایی رو مطرح بتونه بکنه. خیلی ممنون میشم. ممنونم. من دیگه حرفی نمیزنم یاسم. در با خودتون مایل بودید جواب بدید، اگه میخواستید سب کنید اون موقع به من بگید که من یه چاره دیگه بکنم. باشه، خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی بوده. اتفاقا من میخواستم اتفاقا راجع به الکسا صحبت کنم. کسایی که نمیدونن، بریتانیا، اروپا، انگلیس، امریکا، کانادا، اینجور جاها آمازون یه چیزی میفروشه، بکنم مال آمازونه، ولی نوع دیگهش مایکروسافت هم میفروشه، نمیدونم گوگل هم میفروشه، ولی الکسا خیلی مشهوره. و آره، میتونی مثلا برنامه ریزیش کنی که بهش میگی من فیلم جنگی میخوام، کانالا رو نگاه میکنه، برای شما فیلم جنگی پیدا میکنه، نشون میده، و میتونی بگی چراغای خونه رو، اگه برنامه ریزی کرده باشی میتونی بگی چراغای خونه رو روشن کن، خاموش کن، این ساعت خاموش کن، نه الان با صدای من خاموش کن، روشن کن، غیره. و میتونه سوالای دیگه جواب بده. راهش اینه که این الکسا وصله
به اون ابر آمازون، کلاود آمازون، اون تو کلاود آمازون کلی اطلاعات هست، سوال شما رو تبدیل میکنه به مثل چت جی پی تی، میبره اونجا اطلاعات رو میاره. ما اونجایی که من میدونم و این خیلی راجبش بحث شده، بعضی تلویزیون ها و به طور مشخص سامسونگ تلویزیون های فروخته که صدای اتاق رو میده به این الکسا. در یه مقطعی غیر قانونی شد و بعضی تلویزیون ها اگه اشتباه نکنم در بعضی کشورها غیر قانونی این کار، ولی تعداد زیادی مثل هر چیز دیگه تعداد زیادی از این تلویزیون ها فروش رفته و ادعای کشورهای غربی اینه که مثلا همونطور که میدونید راجع به برخی تلفن ها یا سیستم هایی که چین میفروشه، ادعای کشورهای غربی اینه که چین هم توی این چیپ هایی که توی این دستگاه ها هست وسیله گذاشته که صدا ضبط میکنه یا اطلاعات ضبط میکنه. حدس من اینه که اگر هیچ کدوم از این دو نفر در رابطه با اون لباس سرچ نکردن، نگشتن که اون رو پیدا بکنن، تلویزیونی که داشتن و مخصوصا تلویزیونه یعنی وسایل دیگه خونه گویا این امکان رو نداره، صدا رو ضبط کرده و صدا رو وارد دریای اطلاعاتی آمازون کرد. و خب عواقب چنین چیزی خیلی خطرناکه دیگه، چون هر کسی در خونش ممکنه خیلی حرف ها بزنه که بعد از نظر حقوقی جنایی غیره مورد استفاده قرار بگیره. همونطور که میدونید کلی این دولت ها قانون درست کردن، نمیدونم لایحه دارن، لایحه اتحادیه اروپا یکیه، امریکا یکیه، راجع به استفاده از اطلاعات شخصی جمع شده. و شما هر جایی یه چیزی میخرید 10 جا تیک میزنی که آره من قبول میکنم که اطلاعاتمو، عملا بدون اینکه خودتون بدونید یا ندونید دارید میگید که من دارم قبول میکنم که اطلاعاتمو بدم به این شرکت، به اون شرکت و در نهایت به دولت ها. و من فکر میکنم همه ما از جمله خود من آنلاین که فکر کنید من بهترم از عجله داریم، وقت نداریم، کارهای دیگه داریم، داریم همین جور از خودمون اطلاعات میدیم به شرکت ها و در نتیجه حالا جدا از اینی که ضبط کنن صدامون رو بعد ازش استفاده کنن، هزار راه دیگه هست که خود ما اطلاعاتی داریم میدیم که اگر دقت بکنیم غیر قانونیه برای دولت ها که اینا رو حفظ کنن، ولی عملا از ما پذیرشش رو گرفتن. و متاسفانه خیلی مرحله بسیار بدیه از این جهت. ولی میگم تلویزیون های خاصی هست، من اگر بخواید سعی میکنم پیدا کنم مارک خاص تلویزیون رو حتی میشه پیدا کرد، چون من خونده بودم که همچی چیزی پیش آمد. در رابطه با جنگ اسرائیل و غزه، ببینید پیشبینی این برای هوش مصنوعی مشکله، چون هیچکی نمیدونه دراز مدت که مثلا ایالات متحده تا چه حد نسل کشی رو تحمل خواهد کرد، آیا 20,000 رو هم تحمل خواهد کرد، آیا 30,000 رو هم تحمل خواهد کرد. وقتی وارد جزئیات سیاست کشورها میشید، اولا ممکنه تغییر و تحولی پیش بیاد در این سیاست ها که این هوش مصنوعی نمیتونه پیش بینی کنه. فرض کنید بحران اقتصادی حادی باعث یه مسئله خاصی در اروپا و ایالات متحده بشه، طبعا سیاستشون عوض خواهد شد، ولی هوش مصنوعی در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتونه اون رو فاکتور بگیره. هوش مصنوعی تنها اون چیزایی رو که الان من و شما و بقیه میتونن پیش بینی کنن رو میتونه روش حساب بکنه. و پیش بینی مسائل سیاسی پیچیدگی هایی داره به خاطر اینی که در هر لحظه ای
تغییر و تحولات پیش میاد. شما فرض کنید هوش مصنوعی میخواست راجع به اوکراین پیش بینی کنه، 2 ماه پیش ممکن بود پیش بینی کنه که روسیه این کارو میکنه، اوکراین این کارو میکنه، ایالات متحده هواپیما میده یا نمیده یا غیره، ولی نمیتونست غزه رو پیش بینی کنه. وقتی غزه پیش اومد تمام فاکتورهایی که هوش مصنوعی داشت به هوا میره، درسته، در نتیجه هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی اون کاری که هوش مصنوعی میتونه بکنه و الان حتما داره ازش استفاده میشه اینه که داره از همه ما، هوش مصنوعی نه ولی داده هایی که داره جمع میشه، از همه ما داره اطلاعات جمع میکنه. هر باری که هر کدوم ما، من خودم روزی 2-3 بار این عکس های وحشتناک نسل کشی غزه رو پخش میکنم، یا وقتی یه دکتری نرسی از غزه میاد میگه آقا مسئله این نیست که اینا دارن با حماس نمی جنگن، مردم عادی رو دارن میکشن، این همه بچه رو میکشن غیره، خب پخش میکنم. خب این داره ثبت میشه، یعنی در پرونده آدمی مثل من همه اینا داره جمع میشه و 2 سال دیگه 1 سال دیگه اگه غیرقانونی بشه مسئله دفاع از خلق فلسطین، که خب اگه این جنگ روند کنونیش رو بخواد ادامه پیدا کنه والا شاید بشه، اون وقت من نوعی رو میتونن بگن آقا تو کارتو باید از دست بدی، باید نمیدونم نمیتونی پلانجا بری، نمیتونی حتی آزادی رو بگیرم، هر چیزی ممکنه. یه نمونهش که فقط برای شما بگم، در بریتانیا حزب کارگر دوره جرمی کوربین داشت همین جور مدافعان جرمی کوربین رو شناسایی میکرد، اتهامشون هم این بود که اینا چون از فلسطین دفاع میکنن پس حتما یهودی ستیزن. سالها بعد از اینکه حالا اصلا کوربین رو بیکار کردن، نمیدونم ورش داشتن غیره، کسایی هستن که میرن به شعبه حزب، شعبه حزب میگه تو در سال 2018 این تکست رو توی توییتر زدی، حتی اگه یارو دیلیت هم کرده باشه یه کسی یه عکس گرفته از توییتر یارو داده به شعبه حزب کارگر و طرف رو بیرونش بکنه. به نظر من تقصیر خودش که اصلا نباید میرفت تو حزب کارگر، ولی از اون بگذاریم، هم کاری با اون نداره. یعنی این جور اطلاعات جمع کردن خیلی وحشتناک دیگه. یعنی من دیدم بعضی، شما وقتی شغل میخوای بگیری، دیدم بعضی شرکت ها ازت میخوان که بگی کدوم رسانه اجتماعی رو عضو بشی، فیسبوک داری، توییتر داری، تیک تاک داری، چی داری، و میرن نگاه میکنن. خب این عملا کنترل افراد دیگه، کنترل فکریشونه، کنترل روابط شخصیشونه، مشروب زیاد میخورن، دیسکو زیاد میرن، جوون باشن، مسن باشن، چه میدونم هر مسئله رو کنترل میکنه. و این طبعا همه این داده ها در یه روزی مصیبت آفرین میتونه باشه. ببخشید، تمام شد. ببخشید، من میخواستم یه سوالی که رسیده رو بخونم، اگه سارای عزیز یا یاشار عزیز لحظه اجازه بدن. اونم در مورد سوال شده که به نظر شما اختلافات و رقابت میان چین و ایالات متحده به کدام سو میره؟ یعنی احتمالاً تو همین زمینه هوش مصنوعی، و اگه نظری دارید لطفاً اینو مطرح بکنید. مرسی. اونجایی که من میدونم و شاید دیگران بهتر از من بدونم، ولی چین پیشرفت‌های عجیبی کرده روی این قضیه. سالها همونطور که میدونید کار چین این بود که میدزدید، بهش میگفتن کپی اند پیست، میگرفت تقلب میکرد شکل مثلا نمیدونم کامپیوتری که امریکا داشت و گرفته بود کپی کرده بود اینا. ولی بعد از این مدتی از اونا یاد گرفته یا خودش بالاخره خرج کرده غیره، هرچی که داره میکنه وحشتناکه، هم در رابطه با هوش مصنوعی هم در رابطه با کامپیوتر کوانتوم، و در هر دو مورد
خیلی جلوه، جلوتر تا اونجا که من میفهمم، و این حرف من نیست، من از کسای دیگه شنیدم، تا اونجا که من میفهمم جلوتر نیست ولی خیلی جلوه. یه دلیلی که جلوه این گرافیکال پروسسور یونیته، اینایی که در حقیقت تو یه دونه چیپ هزاران کور وجود داره، هزاران واحد که میتونه الگوریزم حل کنه وجود داره، و سالها از انویدیا اینو میگرفت که مال امریکا بود، میخرید از انویدیا بعد اینا رو میساخت. امریکا از چند سال پیش، فکر کنم 3 سال پیش، قرار گذاشت که انویدیا نمیتونست آخرین مدلش رو به چین بفروشه، باید مدل سال قبل رو میفروشه. از پارسال غیر قانونی کرد فروش انویدیا، همه انویدیا رو به چین. ولی اینجوری که من میفهمم، چین خودش برداشته این رو، این گرافیکال پروسسور یونیت رو با تفاوت‌های ساخته، به این دلیل خیلی جلو اومده ولی هنوز مشکل داره. یکی از امتیازایی که داره اینه که با رقابت شرکت ها روبرو نیست، درسته؟ چون امریکا مثلا گوگل یه کار داره میکنه، آمازون داره یه کار میکنه، چین دستور میده، شرکت ها در دیکتاتوری مجبورن هر کاری بگه بکنن، و خیلی هاشون دارن و اصولا داده های اصلی دست خود حکومته، خود دولته. در نتیجه دولت بر دریایی از داده ها حاکمه، این خیلی به نفعشه. یک نکته دیگه ای که در رابطه با چین باید گفت اینه که در صنعت کوانتوم، کامپیوتر کوانتوم، که حالا بحث های زیادی راجبش وجود داره ولی کیفن دنیا رو عوض خواهد کرد اگه یه روزی واقعا بتونن کار بیاندازنش. در کوانتوم اروپا و ایالات متحده رفتن پی اینه که کامپیوترهایی بسازن که ماده رو در منهای 360 درجه سانتیگراد دستکاری میکنن و اون وقت میتونن از ریاضی نه کامپیوتر نه دو بودی بلکه بی‌نهایت استفاده کنن. چین راه حل کاملا متفاوتی رفته، اصلا این راه رو نرفته، رفته کامپیوتر کوانتومی استفاده داره میکنه و ساخته که از میدانهای مغناطیسی و آینه و تکثیر میدانهای مغناطیسی استفاده میکنه. اگر واقعا، و تبلیغ میکنه که موفق شده، میگه همچی کامپیوتری داره، من نمیدونم راست میگه نه، ولی احتمالاً خیلی دروغ نیست این حرفش. اگر واقعا این کار رو کرده باشه خیلی فرق میکنه، چون اون وقت شما لازم نیست که این منهای 360 رو که اصلا غیر ممکنه و نمیشه تصور کرد که چجور میشه این نوع کامپیوترها رو مورد استفاده افراد عادی قرار بگیره غیره، اگه واقعا این کار رو بکنه و پیش بره، ما وارد مرحله میشیم که چین از نظر کامپیوتر کوانتومی از ایالات متحده جلو میفته و دراز مدت هوش مصنوعی اگر کوانتوم داشته باشه خب خیلی فرق میکنه. ما اون موقع با یک تفاوت کیفی روبروی. سارا عزیز، شما دستتون دوباره بالا، سعی میخواییم اون بحثتون رو ادامه بدیم بفرمایید، بعد به شما وقت میدم. یاشار عزیز، سارا غازی، رفیق سارا، صدای من رو ندارید بفرمایید. بله درست شد، منتظر بودم آن میوت بشم. خیلی ممنون. در رابطه با اون مسئله که در مورد فلسطین الان داشتید میگفتید، در رابطه با اینکه شاید زمانی ممنوع بشه مثل تو دفاع کردن یا حتی اسم آوردن فلسطین، این
سال گذشته و به عقب که برگردیم تا حدود یک سال بعد، مثلا 2 سال پیش، این اتفاق چند بار توی آمریکا افتاد و کسانی که فلسطینی الاصل بودن و خب بس تو آمریکا زندگی میکردن و یا اینکه متولد آمریکا بودن، مثلا یکیش که الان من یادمه یک خانم معلم بود که این مثل اینکه ظاهرا سر کلاسش از فلسطینیا دفاع کرده بود و فکر میکنم این اتفاق بعد از این حمله ای که به مثلا کلیسای یهودیا شده بود اتفاق افتاد. این هم دفاع کرده بود از فلسطینیا و مثلا آموزش پرورش ایالتش این میخوادش مثلا حضوری و بعد مأمور CIA اونجا بوده و این اولا که از کار برکنارش میکنن و بعدم بهش میگن که حق نداره دیگه، یعنی اگه به این کارش ادامه بده باید منتظر عواقب بعدی باشه. خواستم بگم یعنی این اینطور نیست که حالا باید صبر بکنیم تا اینکه در آینده اینا بیان اینو غیر قانونیش بکنن. اینا عملا غیر قانون، دقیقا تو آمریکا اینو غیر قانونی کردن. خیلی ممنون. یاشار عزیز بفرمایید شما اگر سوالی دارید، بحثی دارید. ادمین یک اگه میخواید شما بگید صحبتتون رو تا یاشار بتونه میکروفونش رو درست کنه. باش. من سوالم همون یه مقدار در امتداد همون مفهوم که رفیق کامبیز گفتن اون شمشیر دولبه، خواستم ببینم خب آیا این کنشگرا یا اکتیویست هایی که مثلا حالا برای آلترناتیف علیه کاپیتالیسم اصلا آیا اینا هم شما خبر دارید یا اطلاع دارید که مثلا خب آیا میشه مثلا از همین تکنولوژی هوش مصنوعی بشه برای حالا تبلیغات یا علیه خود کاپیتالیسم استفاده کرد یا نه؟ یعنی همین. مرسی خیلی ممنون. اون چیزی که مورد استفاده، یعنی خیلی دارن بحثشو میکنن، که اشتباه نکنم مایکل رابرتس هم یه چیزی نوشته بود، ولی کسای دیگه پول کاکشات روش کار کرده، صحبتی که اینا میکنن نوع دیگه است. اینه که استفاده از این داده های موجود و استفاده از هوش مصنوعی میتونه زمینه های خیلی دقیقی بده برای پلانینگ، برنامه ریزی اقتصادی، در اگر اقتصاد دست نیروهای مترقی باشه. ببینید خیلی اتحاد جماهیر شوروی مشکلات بیشمار داشت، برنامه ریزیاش اصلا به کل بر اساس دروغ و تبلیغات بود، ولی اگه یادتون باشه حتی اگه اشتباه نکنه حداقل در از دوره استالین به بعد هر چند وقت یه بار از این برنامه ریزی های 5 ساله میکردن که اکثرا عوضی بود، یعنی اون چیزی که میگفتن نه امکانش داشت، اصلا پیش بینی هایی که کرده بودن همه غلط بود، برنامه‌ای که ریخته بودن با واقعیات موجود هیچ ربطی نداشت غیره.
و یه جنبش این بودش که سیاست پایه سیاست خراب بود، پایه این رده بروکراتیک فاسدی که رهبری حزب رو داشت منافع نیروی کار رو دیگه نمایندگی نمی کرد غیره. ولی یه جنبه دیگه قضیه هم این بود که خب داده هایی هم که داشتن، حتی اگه داده های واقعی رو به جای داده های تبلیغاتی رو مورد استفاده قرار می دادن، قابل اعتماد نبود، بسیار محدود بود. شما مثلا نمی دونستی تولید گندم سال مثلا 1950 چی میشه، درسته؟ در حالی که الان میشه این کار رو خیلی دقیق تر انجام داد و حتی در رابطه با اگه بخواید آینده مشکلات محیط زیست غیره میشه از داده های موجود استفاده کرد و بر پایه اون طرح‌های اقتصادی خیلی دقیق‌تر و درست‌تری رو ارائه داد. برای همین آدم مثل کاکشات، پال کاکشات میگه که اگر از هوش مصنوعی درست استفاده بشه سوسیالیسم آینده بهتری داره، سوسیالیسم میتونه رهایی بشر بیان جامعه غیره. ولی اینی که اینو چجوری استفاده بکنیم نه، برای اینکه یه مشکل اصلی کل این قضایا اینه که در حال حاضر هم داده ها دست شرکت های بزرگ یا دولت های ارتجایی، دولت های سرمایداری و هم به اصطلاح تحقیقاتی که داره میشه تحت کنترل اون هست. با این همه من اینو بگم که مثلا من گفتم که بعضی از علمی ترها، فیزیکدان ها، ریاضیدان ها غیره، با تمسخر به این جامعه شناس ها یا اقتصاددان هایی که حالا افتادن به استفاده از هوش مصنوعی میخندن، ولی من یکی نمیخندم، برای که بعضی از پروژه هایی که اسمشون رو میبینم و نمیدونم واقعا چی دارن کار میکنم، ولی بعضی هاش پروژه های مترقیه. مثلا کلی کار داره میشه در رابطه با آینده کار، آینده اشتغال در قرن 21 با استفاده از هوش مصنوعی، درست؟ یه عده یه کار تحقیقی کردن که اتفاقا مارکل رابرتس درگیرش، راکل وارلا درگیرش، به نوع خیلی کمتری من درگیرشم. اونم اینه که یک حدود 600 هزار پرسشنامه پخش کردن در نیروی کار در لیزبون در پرتغال در رابطه با alienation، ببخشید الان فارسی شد بیگانگی از کار خب. و دلایلی که نیروی کار گفته برای که خودش رو خودش این احساس رو داره و این چه تأثیری بر روحیاتش، درآمدش غیره میذاره و خب دارن این اطلاعات رو جمع کردن، دارن از روی این سعی میکنن پیش بینی بکنن که چه فاکتورهایی بدتر خواهد کرد آینده اشتغال در اروپا رو، درست؟ در نتیجه همه پروژه های موجود پروژه های منفی نیست. ایده دارن در رابطه با گرسنگی در افریقا پروژه هوش مصنوعی را انداختن، بعضی هاش مترقیه، ولی در دریای پروژه های هوش مصنوعی حدس من اینه که اینها نمونه های محدودی، زیر 5%، زیر 3%، نمیدونم چقدر، ولی بیشترش به جاهای منفی تر و کارهای مضر درگیر. مرسی یاسمن عزیز. یاشار میبینم میکروفون شما اوکی شده، میخواین سوال و بحث رو مطرح کنید؟ صدای من هستش؟ بله بله مرسی.
من میخواستم به این به موردی بپردازم که فکر میکنم پرداخته نشده، اونم از اینه که اگر ما میخوایم ببینیم سرنوشت هوش مصنوعی در این بره از زمان به کجا میکشه، باید دید درستی صحیح از امپریالیسم داشته باشیم و یا حتی مسئله فلسطین یا مسئله افغانستان یا جاهای دیگه. اگه بخوایم دید درستی از امپریالیسم نداشته باشیم، به نظر من نتیجه گیری های اشتباهی میتونیم بهش برسیم. امروز در این بحران از زمان سرمایه داری جهانی یعنی امپریالیسم دچار بحران ساختاری شده، اونم از دو جنبه. یکی به دلیل انباشت و تراکم سرمایه داری که تقریبا 90% ثروت جهان رو دست افرادی به افتاده که شاید کمتر از تعداد انگشتان دست ما باشه یا کمی بیشتر و با این پولا نمیدونن چی کار بکنن. و یک از یه جنبه دیگه هم بحران تکنولوژیک دچار شده که اونم بحرانی است که تقریبا میشه گفت با این تکنولوژی میشه انسان ها در روز 1 ساعت کار بکنن و در رفاه کامل به سر ببرن. اون تا سیستم سرمایه داری از اون جایی که قادر به چنین کاری نیست و کلی از ساعت کار رو نمیتونه کم بکنه به خاطر اینکه اینا رو کلی از اگر بخواد از این تکنولوژی استفاده کلی از شغل ها از بین خواهد رفت، مثل رانندگی یا آشپزی یا تمیزکاری، حمل و نقل و فروشندگی. خیلی از اینا رو به صورت دستگاه های اتومات یا ربات ها انجام خواهند داد. اما برای این کار باید بیش از نصف مردم جهان از بین ببرد. خاطر همین هم است که در این بحران ساختاری که گرده و تمام این جنگ ها و کشمکش ها همش در این زمین است. و این هوش مصنوعی هم از اون جایی که نیروهای مولده به نیروهای مخرب تبدیل شدند، در واقع تو این چارچوب اجازه رشد بهش میده. نمونش میتونیم اینا رو توی جنگ افزارها یا توی کارهای اینترنتی برای کنترل و یا برای از بین بردن بیش از نصف مردم جهان که من یکی از لینکاش هم اینجا گذاشتم که به وسیله دو تا از سازمان گروه از سازمان ملل با مسموم کردن مواد غذایی یا دارویی یا همین اینا در واقع به این مسائل بر. و میتونن فقط در این زمینه ها اجازه رشد بهش میدن در چارچوب رفاه و آسایش نیروهای مردمی، به هیچ عنوان اجازه رشد به اینها نمیدن. و به نظر من تو این چارچوب هم میتونیم ببینیم اینا از همین هوش مصنوعی، نمونش مثلا ملکه الیزابت وقتی میاد، اینا پلیسا سوار چیزایی میشن که میرن 200 متر 300 متر بالای زمین اینا رو کنترل میکنن و فردا و الان موتورهای پرنده در اومده و الان دنبال اینن که ماشینهای پرنده در بیاد. طبیعتا از اون جایی هم که نیروهای مولده به نیروهای مخرب تبدیل شده، اینا فقط در دسترس نیروهای پلیس و سرکوبگر قرار خواهند گرفت و بر علیه مردم به کار خواهند رفت. و خاطر همین هم است که تنها راه جلوگیری از اینا انقلابای کارگر سوسیالیستی است که بتونه اینها را در خدمت نیروهای مردمی و بشریت قرار بده. در غیر این صورت فقط هوش مصنوعی در اختیار اون بخش خیلی ممتاز که اون بالا قرار گرفته قرار خواهد گرفت و بر علیه انسانیت به کار خواهد رفت. تقریبا همین میخواستم اینم رفیقون یا میزه در این مورد چی میگه. مرسی. ممنون رفیق یاسمن. مرسی رفیق یاشار.
قبل رفیق یاسم، قبل از اینکه بگید منم یه نکته اضافه کنم به همین جنبه، مسئله شیرین جنگ به اصطلاح. این صحبت هایی که این روزا میشه از این که باید یه سری مقررات به اصطلاح کشورها ترتیب بدن برای که جلوگیری بشه از عوارض بد این تکنولوژی جدید، ما میدونیم حالا هر مقرراتی هم بذارن هیچ وقت به قول رفیقمون سارا جلوی منفعت جویی سرمایه‌داری رو نمیگیره. اونا ببینن کجا پول توشه میرن مقررات بی مقررات، همین جوری که دائم تمام مقررات رو خودشون زیر پا میذارن. ولی یکی از جاهایی که حتی شما مقررات هم بذاری هیچ وقت شاملش نمیشه حوزه نظامی بوده دیگه. در آمریکا میبینیم در حوزه نظامی تحقیقاتی که اینا میکنن، کارهایی که میکنن، به صدا تکنولوژی هایی رو که آزمایش میکنن، هیچ که اصلا نه خبر داره نه مقررات اجازه میده اینا جلو برن، ولی میکنن و کلی هم پول خرجش میکنن. اونجایی هم که حتی توی آمریکا دیگه از نظر قانونی و به صدا مقرراتی نشه یه کاری رو در حوزه نظامی کرد، میدن اسرائیل براش رو بکنه. یعنی اعداد کلی از این کارهای غیر قانونی در حوزه نظامی همش منتقل شده به اسرائیل. یکی از دلایلی که اسرائیل میگن های تکنولوژی کانتری، یه کشوری شده که کلی الان درآمد داره از تکنولوژی به اصطلاح پیشرفته ای که این 15 ساله 20 ساله به خصوص اونجا رشد کرده. یه دلیل عمدش اینه، کارهایی که در حوزه‌های نظامی اینا میکنن، در استراق سم، در کنترل تلکامیونیکیشن، در می هزار و یک جور حوزه ای که سازمان های امنیتی کشورها خیلی علاقه دارند، لشکریان این کشورها خیلی علاقه دارند. بی خودم نیست، دولت اسرائیل تو محبوب تمام دیکتاتورهای تو دنیاست، تمام دولت های دیکتاتوری عاشق دولت اسرائیل. بنابراین میدونیم توی حوزه نظامی، تو حوزه پلیسی، تو حوزه امنیتی، سرمایه‌داری مقررات بی مقررات میذاره کنار رو میره جلو. دو این که تو حوزه نظامی اصولا ما دیدیم از جنگ جهانی دوم به این طرف رشد تکنولوژیک در حوزه نظامی سریعتر از همه حوزه بوده و در این حوزه نظامی اتفاقا با استفاده از کل منابع مالی که در اختیار این حوزه نظامی است، من جمله مالیات من و شما، من جمله تمام مالیات مردم این کشورها، اینا میتونن یه تحقیقاتی بکنن، یه بسیار کارهایی بکنن، یه زمین سازیهایی بکنن که شرکت های خصوصی اصلا نمیتونن انجام بدن، وسعشو ندارن که بتونن انجام بدن. بنابراین اتفاق خطر عمده، خطر فوری و خطر عمده اتفاق تو حوزه نظامیه. و تو حوزه نظامی هم حتما شما خبر دارید، من میخواستم سر حالا میام اینجا وارد سوالم میخوام بشم. اینا 2017 یه بحثی را افتاد توی آمریکا در رابطه با همین هوش مصنوعی، قبل از اینکه این یکی دو سال اخیر که یه دفعه همه ملتفت شدن این ممکنه خطر داشته باشه. اون موقع که ما اسمش هم گذاشتن third offset، به اصطلاح offset سوم، حالا من درست نمیدونم offset رو به فارسی چی میشه ترجمه کرد، مثل تلافی، مثل جبران، یه نقصانی رو شما بخوای جبران بکنی میگی اینو علیه اون offset کردم. حالا من نمیدونم لغت فارسی خوبه چی، دوستانی که میدونن امیدوارم بعد بگن. offset سوم یعنی offset اول اختراع بمب اتم بود، offset دوم به اصطلاح موشکای بالیستیکی بود که بتونه بالای بمبای اتم بود. یعنی آفست منظورشون اینه که در مقابل خطر فرض کنید روسیه یا خطر چین، الان ما باید یه چیزی، یه کارایی بکنیم که جبران کنه به صلاح برتری اینا رو تو بعضی از حوزه‌ها. یعنی بریم یه سلاحایی بسازیم که نه اصلا به هیچ وجه نمیتونن دسترسی بگیرن، یا کمتر از ما میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. آفست منظورشون اینه و این تصمیم رو گرفتن که این حوزه ای که میتونه این جبران رو برای نظامیگری آمریکا ایجاد کنه،
هوش مصنوعی، یعنی حسابی پول گذاشتن، حسابی به اصطلاح بودجه گذاشتن و بعدم دیگه ساکت شد، هیچ خبری هم ازش دیگه نشد. چیکارا کردن توی همین 7 ساله 6 ساله اینا؟ یعنی 6 سال پیش داره صحبتش درس پیدا کرد بیرون، تو همین 6 ساله اینا کلی کارا کردن. مثلا الان کلی اطلاعات هست که اینا در یوکراین دارن نقدن استفاده میکنن از هوش مصنوعی. پهبادایی که دادن به یوکراینیا در واقع همه با این تکنولوژی جدید ساختن و دارن از همین پروژه ثرد آفست، کارهایی که تا حالا کردن برای این پروژه ثرد آفست در یوکراین استفاده میکنن. چه بسا در اسرائیل هم دارن استفاده میکنن، همین الان دولت اسرائیل حتما داره استفاده میکنه. بنابراین این حوزه اون حوزه خطرناکیست که حالا هر رگولیشن، هر مقرراتی هم وضع بشه که همش کشککیه، میدونیم همش آبکیه، همش فقط حرفه، هی میزنن بله ما باید بشینیم مقررات بسازیم غیره، این حرفایی که زمان بمب اتمی اینا میخواستن مقررات بذارن که جلوی استفاده ناجور از بمب اتمی گرفته بشه، این هم جز و هموناست دیگه. دانش صحبت از این مقررات میکنن، هیچ کاری هم نمیکنن، تمام این جنبه های مخربش هم آزاد خواهد شد به تدریج و به زودی. بنابراین این حوزه میخواستم ببینم شما اگر اطلاعات بیشتری دارید، نمیدونم من جای دیگه نتونستم اطلاعاتی پیدا کنم اینا دقیقا تو چی دارن میرن، چون ببینید چقدر خطرناک میتونه باشه دیگه. اینا یه سری سیستم های نظامی پیچیده رو با هوش مصنوعی به هم مرتبط کنن و بعد اینا واکنش هم بخوان تو صحنه جنگی نشون بدن، یعنی ببینید چه تخریبی اینا میتونن به بار بیارن و چه مثل تخریب وحشتناکی اینا میتونن به بار بیارن که بدون مداخله آدم ها یه دفعه تصمیم میگیرن مثلا این منطقه رو همه رو بمبارون کنید، اون منطقه رو مثلا به آتیش بکشید، خود این دستگاه های مثلا نظامی. خواستم میگم راجع به این تا چند اندازه اطلاعات بیشتری در آمده که اینا الان دقیقا تو حوزه نظامی دارن چی کار میکنن با این هوش مصنوعی. کاملا درسته. من اولا در رابطه با اینی که نظام جهانی و این تقسیم جهان چه تأثیری برای میذاره هیچ شکی نیست. شما اگر کشوری باشید که درآمد کافی برای غذای روزانه مردمتون ندارید، نمیاد سرمایه گذاری کنید هوش مصنوعی رو گسترش بدید. ما این هوش مصنوعی رو داریم در کشورهای خاصی میبینیم و در کشورهای غربی شرکت هایی که صاحبانشون جز و اون 10-12 نفر اگه بگیم بیلیونر جهان هستن، صاحبان این شرکت ها هستن و در نتیجه خیلی کنترل شده است، یعنی خیلی محدوده و چین که خب مشکلات خودش رو داره در این رابطه و طبیعی است که استفاده اصلی اینها برای خدمت به بشریت نیست. این مانع از این نمیشه که نتونیم از جنبه هایی از این که در اختیار همه هست استفاده بکنیم. مثلا بخش پزشکیش دلیلی نیست که آدم اگه بخواید همه چی رو فقط در یه چارچوب ببینه، از جنبه هایی از این میشه استفاده کرد و کار تحقیقی که میشه کرد برای جلوگیری از برخی فجایع. کل این پیشبینی ها راجع به محیط زیست یه پایه اصلیش در ارزیابی هایی داره که بر اساس هوش مصنوعی داره صورت میگیره. در نتیجه درسته هدف اصلی نظام اقتصادی موجود مثل هر چیز دیگه، ولی اینور و اونور جاهایی هست که میشه استفاده مترقی ازش کرد. همونطور گفتم خیلی محدوده، خیلی سخت دستیابی به اون. ببینید در کلیه این کشورها بودجه‌ای که برای مسئله نظامی و آینده نظامی خرج میشه قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست. در 2019 و 2000 بعد از رفیقم تراب راجع به 2018 اگه اشتباه نکنم گفت، 2019 هم یک کنفرانسی بود، در نهایت
سال گذشته اگه اشتباه نکنم یکی از کسانی که راجع به هوش مصنوعی کار زیاد کرده در رابطه با خطر وسایل جنگی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن یه سری سخنرانی کرد. بخشی از سری که آخر سال هر سال ضبط میشه در فکر کنم BBC. ولی اون چی که این میگه، من مقاله‌ای که لینک گذاشتم دقیقا راجع به سخنرانی های اونه. اگه بخواید گسترش ماشین های قتل افراد، یک نمونه خیلی خاصیش اون چیزیست که دولت اسرائیل میسازه و به خیلی ها میفروشه. اون نمونهش که من توی مقاله بهش اشاره کردم 12 فوت، نمیدونم به متر چقدر میشه، و حدود 20 کیلوه. حدود 20 کیلو مواد منفجره میتونه هم کنه، ولی خیلی کوچیکه و در اوکراین شدید زیاد استفاده میشه. حدث من اینه که اسرائیل به اوکراین داده یا اسرائیل به امریکا داده، امریکا به اسرائیل اوکراین داده. در صورت منشأش اسرائیله. و اینو حسنش اینه که نه فقط از هوش مصنوعی استفاده میکنه، بلکه کنترل مگه بخواد راه میفته و بعد دیگه کنترل با خودشه و میره هدف رو میزنه. رادار و غیره نمیتونه اینا رو کنترل کنه چون اینا زیر ارتفاعی هستن که رادار حرکت میکنه. ولی اون چیزی که خطرناکتر از این است و این پروفسور راسل راجبش زیاد صحبت کرده، یه چیزایی است که به اندازه زنبوره یا به اندازه زنبوره و روش دوربین شناسایی صورت افراده. حالا آیا در قضیه این مورد استفاده قرار گرفته یا نه، حدس من اینه که تا قبل از اینی که واقعا نسل کشی کنن و هزار هزار بکشن از این استفاده کردن در غزه اسرائیلی ها. ولی استفاده که پیش بینی میشه برای این نیست که شما یه دونه زنبور بفرستید، اینه که اگه بخواید یک موجی از این زنبورها که میتونن شناسایی کنن و میتونن سم داشته باشن، حامل سم باشن و افراد رو بکشن، خیلی قابل پیشبینیه و از قرار معلوم یه فیلم سینمایی هم قبلا راجع به این بوده، ولی الان گفته میشه که کاملا مورد استفاده است. اون چیزی که وجود نداره من قبول دارم و کاملا درسته که مثلا این قراردادهای بین المللی که راجع به بمب اتمی هست با هر کی بد میشن این قرارداد رو مطرح میکنن. مثلا راجع به ایران میگن شما این قرارداد اتمی رو اینجاشو درست انجام ندادید، اونجاشو درست انجام ندادید. اسرائیل چند ده هست، بیش از 400 بمب اتمی داره، نه وارد هیچ کدوم این قراردادا شده، نه چیزی امضا کرده، نه کسی صحبت میکنه راجع به این، جز اینکه ما میدونیم حتما همچی چیزی وجود داره چون بیچاره وانونو رو 18 سال در زندان نگه داشتن چون لو داده بود که اسرائیل بمب اتمی داره 30 سال پیش، 35 سال پیش. ولی و در نتیجه میگم این قراردادهای اتمی واقعا فقط وقتی استفاده میشه که با یکی بدن، ولی حتی در این حد هیچ قرارداد تا اونجایی که من میدونم هیچ قراردادی برای کنترل اسلحه های جنگی که از هوش مصنوعی استفاده می کنند و یا اتونومس هم به این معنا که خود مختارن برنامه ریزی می شن بعدش دیگه هر کاری بکنن کردن، هیچ کدوم اینا وجود نداره در حال حاضر. بحث های زیادی شده، مثلا مطرح شده که باید چین و ایالات متحده و اروپا و اتحادیه اروپا
مشترکاً بیان همچی کاری بکنن. ولی همش تا اونجایی که من سراغ دارم در حد حرف باقی مونده و جالبه، نه که من فکر کنم اگه چنین قرار دادی بود و از بهتر می شد، ما یه امنیت بیشتری داشتیم بر علیه این نوع اسلحه هوش مصنوعی، ولی مسئله اینه که وقتی نیست یعنی این که کلی تحقیقها، کلی کارها در خفا داره انجام میشه و هیچکی نمیدونه. یعنی نبودن این از بودنش بدتره، نه اینکه فکر کنید من توهمی دارم که اگه در زیر چارچوب سازمان ملل ما یه مثلا سازمان انرژی اتمی یا کنترل بمب‌های اتمی یا NPT Nuclear Proliferation Treaty قراردادی داشتیم بهتر بود، ولی حداقل اونها ظاهر قضیه رو بهتر میکنه، راجع به این حتی این هم وجود نداره. اگر اشتباه نکنم ایالات متحده و کشورهای دیگه برنامه‌های مخفی خودشون رو برای شناسایی ریسک کشورهای دیگه در این رابطه دارن استفاده میکنن، ولی هیچکی نرفته پی اینی که یه برخورد بین المللی به این قضیه بشه. و ادعای و از این جنبه چین ظاهرا ادعایی نداره، یعنی چین میگه ما عقبیم از غرب، ولی در شرایطی که کسی راستش نمیگه من شکی ندارم که این حرف رو هم نباید باور کرد. در صورت من مقاله‌ای که نوشتم مال لینکش رو گذاشتم، مال تقریبا یه سال پیشه، یه سری از جنبه هایی که اشاره شد و رفیق تراب گفت، رفیق یاشار گفت، توش اونجا هست. مرسی رفیق یاسمن. دست کسی دیگه بالا نیست. من خودم با یه سوال تکنیکی هم داشتم. خود من به صلاح سریعی خیلی فکر کردم ولی هیچ به جایی نکشید، نمیدونم چجوری میشه جوابشو داد. اونم اینی که من یه رساله خوندم چند یه سال پیش این موقع سر این نیوران نتورکس، نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد، به صلاح این شبکه های کامپیوتری که میسازن مثل به صلاح شبکه های عصبیه، در واقع تقسیم کاری میشه بین شبکه های مختلف، یه مسئله رو که میدی به کل این به صلاح سیستم، هر مثلا شبکه یه گوشه کار رو میگیره و برای خودش میره و به اصطلاح وظایف مربوطه رو انجام میده، بعد این اطلاعات با همدیگه به اصطلاح انباشت میشه، با همدیگه به اصطلاح پیوند میکنه و ازش نتیجه گرفته میشه. برای سیستم های هوش مصنوعی یه کسی هست به اسم، اگه اشتباه نکنم جورج هینتون، اگه اشتباه میکنم رفیق یاسمن به من بگی، میگن پدر هوش مصنوعی. این کسی است که بسیار متخصص این سیستم های نیورون، این نیورون نتورک هایی است که اینا دیولپ دادن برای اینکه بتونن این هوش مصنوعی رو بسیار پیشرفته خیلی عظیمی توش ایجاد کنن، به این معنا که واقعا دستگاه هایی ساختن که میتونن خودآموزی بکنن، با تجربه یاد بگیرن. و مثلا من یکیشو دیدم، برای دوستانی که علاقه به فوتبال دارن، مثلا یه 3-4 تا از اینا رو آورده بودن و اینا واقعا بعد از مثلا یه 3 ماه 4 ماه فوتبالیستای خیلی خوبی شده بودن. این ربات ها با این خودآموزی از طریق این شبکه های به اصطلاح عصبی، شکل این تقسیم کار شبکه های عصبی. بعد این پروفسور، این جورج هینتون، خودش نکته جالبی گفته بود که این پیپر ازش نقل قول کرده بود، اونم این که گفته سیستم چجوری کار میکنه، موقعی که یه نتیجه مثبته این اطلاعات از این، چون این شبکه تو لایه های مختلف این دستگاه دیگه، از این لایه میره به اون لایه، از اون لایه میره به این لایه، همه این لایه ها میدونن مثلا این مسیر مثبت بود، درنچه یه جوری این اطلاعات این شبکه به خصوص نتیجه مثبت داد، درش میره توی سیستم به اصطلاح موجود به اصطلاح اون هوش مصنوعی.
ولی نکته ای که هینتون میگه اینه که ما نمیدونیم اینا چه جوری این کار رو میکنن، یعنی خود ماها که بسا دیزاین کردیم این سیستم رو کنترل میکنیم پس و پیش میکنیم، نمیدونیم چه جوری از این لایه های مختلف این اطلاعات مثبت رفته و این دستگاه بر چه اساسی تصمیم گرفته که حالا از این شبکه استفاده کنه. میگه خود این برای ما مجهوله، به یه جایی که میرسه درجه کمپلکسیتی دیگه از کنترل ما هم خارج شده. یعنی چی؟ یعنی با همین شبکه های نیورون، یعنی اینجا یه خطره به اصطلاح چی میگن، خطر تکنولوژیک هم اینجا وجود داره. حالا شما فرض کنید اینم بذارید وسط دستگاه های جنگی، ببینید چه بلاهایی ممکنه سر آدم بیارن اینا. یعنی حتی اون طراحان این دستگاه ها نمیدونن این دستگاه هوش مصنوعی چرا این تصمیم رو میگیره، چرا اینجوری تصمیم گرفته. اگه ما بخوایم اصلاحش کنیم باید کدوم پیچ رو وا کنیم، کدوم پیچ رو صفر کنیم، کجای این دستگاه رو ور بریم که جلوی این ایراد رو بگیریم. یعنی خود اینا میتونن به تدریج اصلا به یه جایی برسن که تصمیمات عجیب غریبی بگیرن که اصلا ما هم نمیتونیم کنترلشون کنیم. میخواستم ببین این من بساد این پیپره اغراق کرده، این رساله اغراق کرده، من اینجوری گیج کرده، یا اینکه نه واقعا یه به اصطلاح ذره ای از حقیقت در این بحث هست که شاید ما اصلا نتونیم جلوی این شبکه هایی رو شکل میگیرن و بگیریم، چون نمیدونیم چجوری اینا به هم وصل شدن. این دقیقا اون تموم شد صحبتت من؟ بله مرسی. این دقیقا اون چیزیست که حتما دیدی زیادی از جمله کسایی که تو گوگل کار میکردن امضا کردن که خطر آینده هوش مصنوعی هم چی چیزیه و دقیقا همینه. من یه اشاره کردم به این که بعضی ها در نقد این میگن بلک باکس، جعبه سیاهه، یعنی جعبه سیاه دقیقا اینه دیگه، که شما یه سری برنامه دادی، یه سری داده ها دادی، ازش یه نتیجه اومده ولی دقیق نمیتونی بگی که کدوم بخش برنامه و کدوم بخش داده ها نه این نتیجه رو داده، درست؟ و این غیر قابل پیش بینی بودن خطرناکترین چیز در رابطه با هوش مصنوعیه، اینی که unpredictability میاره، غیر قابل پیش بینیه که آینده چه کار میکنه. با این همه فعلا به نظر من میاد که در حال حاضر با همه صحبتی که کردی میدونن که در حقیقت بالاخره ورودی های وارد شده برای اینو میدونن، نمیدونن چجور به این نتیجه رسیده ولی ورودی ها رو میدونن، همه این پوتا رو میدونن و در نتیجه سخته که از این یه چیزی پیش بیاد. نمیدونیم چرا این نتیجه رو داده ولی فعلا به اینجا نرسیدیم که این یه کاری بکنه که مثلا فوتبال یادش دادی ولی شمشیرباز خوبی در بیاد، درست؟ این نمیشه چون همه داده هایی که دادی برای اینه که حس های بشر رو تقلید کرده، چشم داره، گوش داره، حس داره، نمیدونم کلیه اعضای این ربات ها حرکت سه بعدی دارن ولی نمیتونه برای اون چیزی که در از اول برنامه ریزیت بوده کار دیگه ای بکنه. به این دلیله که آره خطری هست برای اینکه نمیدونیم چرا به این نتیجه رسیده، ولی میتونیم این رو هم بگیم که ما تعیین کردیم نتیجه نهایی چیه، فعلا به اینجا نیست که بره یک کار دیگه بکنه، ولی این هم هست که در یه روندی مخصوصا اگر توانایی فکریش با کوانتوم قاطی بشه که دیگه لازم نیست صفر و یک رو حساب بکنه، بی نهایت میتونه عدد رو کار کنه روش و در نتیجه خیلی سریعتر میتونه کار کنه، میتونه خطر مهم، خطر بزرگی بشه. یکی از چیزهایی که این مسئله خودآموزی خیلی مهمه، تا اونجایی که من میفهمم و شاید اشتباه بکنم ولی این خودآموزی
محدودیت هایی داره، محدودیتش بر چارچوبیه که برای خودآموزی تعیین کرده، هنوز به جایی نرسیده که بتونه اون چارچوب رو زیر سوال ببره. ولی شاید در یه مقطعی اگه مثلا شما 10 نورال نتورک رو به هم وصل کنید، نه اینکه تو یه نورال نتورک بخش های مختلف رو به هم وصل کنی، اگه بخوای 10 نورال نتورک رو به هم وصل کنی که بتونه در زمان واقعی در ریال تایم تصمیمی بگیره، حدث من اینه که باید کامپیوترهای سریعتر از اون چه الان در اختیاره در دست داشته باشی، و اون وقت آره این خطر هست که یه کاری بکنه که نتونی پیش بینی کنی. ولی این هم هست که این که نمیتونی متکی باشی به این که تکرار کنه، به ازش یه سوال رو امروز میکنی، میاد یه چیز میگه فردا، بدون این که شما اینپوتی داشت، بدون این که بهش چیزی یا آموزشی داده باشی، از خودآموزی خودش میاد یه چیزی میگه که عکس اونیه که روز قبل گفته. و به نظر من نمیدونن که این اطلاعات رو که جمع میکنه بر چه منطقی ازش نتیجه گیری میکنه، که این باز خودش همین قضیه جعبه سیاهه و اینا همه جزء نکات منفی هوش مصنوعی که خیلی ها بهش اشاره میکنه. خطرش زیاده و اگه وارد مرحله جنگ بشه حتما، ولی میگم حدس من اینه که هنوز نرسیدیم، ولی میتونیم برسیم و شاید ایده رسیدن ما نمیدونیم. این هم بله، یه جنبه دیگرش هم شما تو صحبتتون اشاره کردین، اونم این فیک به اصطلاح اینفورمیشن هاییست که میدن. یه کسی واژه اختراع کرده و این کار میگه هلوسینیت میکنن، این دستگاه های هوش مصنوعی هلوسینیت میکنن. یعنی واقعا خیلی منطقی، خیلی با حساب و کتاب، با به اصطلاح رفرنس، با اینا دروغ میگن. یعنی اصلا یه داستان چاخان رو با باور و میاره با استدلال و با مثلا هزار جور توضیح میده. این آخه چجور مثلا طراحی شدن این دستگاه ها که یعنی خب اگر نمیدونی نگو دیگه، یعنی به حداقل باید این دستور بهش داده بشه دیگه که اگر نمیدانی نگو، یا مثلا اینجور قاطعانه نگو. ولی دیدم من اصلا میان یه جوابای عجیب و غریبی میدن که واضح اختراع کرده، نه اینکه اطلاعات رو جمع کرده درست روی هم نذاشته، اصلا جعل میکنه بعضی از این اطلاعات رو. یعنی نمیتونی مثلا توی همچین اطلاعاتی جایی پیدا کرده باشی، چون وجود نداره. تا کجا رسیدی به این اطلاعاتی که داری اینجا میدی؟ یعنی همین مثلا چت جی پی یا یعنی همین چیزای مثلا گوگل و تازهی که دست همه هست، بعضی وقتا واقعا اختراع میکنن، هلوسینیت میکنن برای خودشون. این پدیده رو من هرچی فکر میفهم، یعنی ریشهش در کجاست؟ چرا این اتفاق میفته؟ این چه ربطی به تکنولوژی داره این پدیده؟ چرا من فکر میکنم که قاعدتا باید یه چیزی باشه که تو هم الگوریتم های اولیه باید جلوی این رو گرفت دیگه. چطوری میشه این چیزی که آمدن با این همه افتخار و ابهت، بعد ما اینو ساختیم و ببینید چقدر عالیه، بعد از این کارا میکنه؟ این درسته، ولی در نهایت اطلاعات غلط رو یکی وارد کرده، امکان نداره که از خودش در آورده. و شما نمیتونی کنترل کنی که کی داره اطلاعات میده به این. اینو ساختن که اطلاعاتش رو هی عوض کنه، درست؟ یک میاد بهش اطلاعات غلط میده، همونو حفظ میکنه. اونی که خطرناکتره به نظر من اینیه که باز دخالت بشره که اینو ایجاد میکنه، ولی میاد صدای شما رو ضبط میکنه، بعد صدای شما رو تقلید میکنه، درست؟ یعنی عین تون صدای شما رو به کار میبره، بعد تو تون صدای شما جمله هایی میگه که اصلا شما نگفتی.
اون وحشتناکه. یه نمونهش این تبلیغی که من در چین گفتم که گویا تلویزیون چین شب و روز نشون میده، یه یاروی تو چین پول داره، یکی از بیلیونرهای چین، رو تلفنش یه پیغام میگیره از یه کسی که فکر میکنه دوستشه. خب طرف توی ویدیو و صدا بهش میگه من گیر کردم، پول ندارم، جانم در خطر، نمیدونم داستانی میگه، بر من اینقدر پول بفرست. پول زیاد ها، نه اینکه کم، مثلا نمیدونم با پول چینیه، پول زیاد. این کار رو میکنه چون باور میکنه که این البته بیلیونر بوده، در نتیجه هیچ دلمون نمیسوزه که این کار رو کرده، ولی این کار رو میکنه. بعد چین یه تبلیغ درست کرده، بعد از این یه داستانی میشه اینا، چین یه تبلیغ درست کرده که به مردم یاد بده آقا تصویر و صدا رو اگه از آشنا و دوستتون شنیدید باور نکنید، میتونه فیک باشه. و این خیلی چیز عجیبیه دیگه، یعنی وحشتناکه. بکن چه استفاده های سیاسی از این میشه کرد که یکی بیاد یه چیز بگه که اصلا قصد نداشته. و اینو فیک میگم، کنفرانس راجبش زیاد گذاشتن، نمیدونم سمینار گذاشتن غیره. این راه حلایی که الان دارم میگن به نظر من خیلی مسخره است، یعنی کافی نیست. یعنی همین که گفتم یکی میتونه این فیلم ما رو ضبط کنه، بعد ما بیایم مثلا فکر کن چه میدونم دفاع از رضا پهلوی یا شاه یا جمهوری اسلامی یه چیزی بگیم و قیافمون هم باشه، صدامون هم باشه. خب این وحشتناکه دیگه، یعنی این واقعا از این بدتر به نظر من نمیشه سوء استفاده از هوش مصنوعی، به جز جنگ این دومیش، بدترین دومی اینه دیگه. و به نظر نمیاد که راه حلی که گذاشتن، گفتم من اینه که مثلا شما به همه بگی که اگه این فیلم واقعی بود یه قطره آب ما همیشه میذاریم گوشه ویدیوهای خودمون، اون که نباشه بدونید که اینا برداشتن ویدیو ما رو فیک کردن. ولی اصلا این همه ویدیو از قبل وجود داره، یکی برمیداره اونو عوض میکنه، خیلی سخته. من نمیدونم چجوری میخوان، ولی میگم این یکی از چیزهای مورد بحث. ممنونم رفیق یاسمن. رفیق دیگه دستش بالا نیست. رفیق یاسمن هم حسابی خسته شده، به آخرای جلسه هم رسیدیم به هر حال. من چه خیلی تشکر از یاسمن عزیز که این بحث رو باز کردن. ادمین یک همیشه بعد از اینا دستشو بالا میکنه. نه دست میزن. بفرما ادمین یک. دست میزن. نه من دست زدم. آه دست زدی، ببخشید من وارد نیستم به این چیزای فرهنگی زوب، در نتیجه من رو میبخشید. برحال شما هم خسته نباشید ادمین عزیز. خیلی ممنون. حاضر در اتاق، خیلی لطف کردید تا این موقع صبر و حوصله نشون دادید و موندید و در بحثم شرکت کردید. امیدوارم شما رو بازم ببینیم و امیدوارم از این بحثم استفاده کرده باشید. باز با تشکر مجدد از رفیق یاسمن. اگر کسی صحبتی نداره، حرفی نداره، من دیگه شب بخیر بگم. خیلی ممنون از شما تراب عزیز و رفقای عدنی، خیلی ممنون. شب همگی خوش.